یک کتابی است که اون شب هم خدمت شما عرض کردم که کتاب آیین زندگی مال دیل کارنگی، مطالب خوبی داره اونجا. در اونجا ایشان از دریا سالار بیرد نقل میکنه. او میگوید، میگه بعضی اوقات چیزای کوچیکی و بی اهمیتی برای دیوانه کردن قوی ترین مردان کافیه. یعنی قوی ترین مرد بعضی وقتا در مقابل یک ایرادگیری دیوانه میشه، از کوره در میرود. بعد نویسنده این کتاب میگوید که شما میتوانید بر گفته دریا سالار این جمله را افزوده و بگویید این نکات ناچیز و کم اهمیت در زندگی زناشویی هم مایه جنون است و نصف بیشتر امراض قلبی دنیا را درست میکنه. بسیاری از امراض در اثر همین بهانه‌گیری‌ها پیدا میشه. این بهانه‌گیری‌ها اعصاب رو به هم میرزه، استرس پیدا میشه، باعث امراض قلبی میشه. جناب آقای دیل کارنگی در همین کتاب آیین زندگی خودش نقل میکنه از یکی از قاضی‌های مشهور آمریکا به نام جوزف سابات، قاضی مشهور شیکاگو. بعد ایشان که یک حکم بوده و یک قاضی بوده، به اختلافات خانوادگی به ایشان مراجعه میشده. ببینید، میگه ایشان که در بیش از 40,000 ماجرای خانوادگی حکمیت کرده. 40,000 نزای خانوادگی ایشان حکم بوده، قاضی بوده. ایشان میگه چی؟ میگه همیشه اختلافات و ماجراهایی که به غم و غصه منتهی میشود از نکات و موضوعهای بسیار ناچیز و کم اهمیت. شما این اختلافات خانوادگی نگاه بکنین، ایشان 40,000 قضیه را به اصطلاح حکمیت کرده. میگه من نگاه کردم در بین اینا بیشتر اینا منشأش یه مسئله جزئی بوده، یک مسئله کوچیکی بوده که به او توجه نشده. باز در همین کتاب آیین زندگی ایشان از یکی از دانشمندان که در آثار خودش نوشته این مطلب رو نقل میکند. میگه این کلمات در بسیاری از موارد مرا کمک کردند. ما اغلب زندگی را برخیشتن تلخ میکنیم، زیرا به چیزهای جزئی و ناچیزی میپردازیم که باید از آنها نفرت داشته باشیم و فراموش کنیم. اصلا اینا رو نباید ذکر کنیم. ما در این دنیا چند روزی بیشتر زنده نیستیم. با وجود این چه ساعتهای بسیار از این عمر عزیز را صرف غصه و فکر درباره چیزهایی میکنیم که سالهاست خودمان و دیگران آنها را فراموش کردیم. پس بیایید زندگی را صرف رفتار و افکار پرارزش اندیشه های عالی، عشق و محبت های حقیقی و اعمال جاودانی نماییم، زیرا زندگی کوچکتر از آن است که کوچک و بی اهمیت شمرده شود. میگه ما زندگی شیرینی را که میتوانیم درست اداره کنیم و با خوشی زندگی بکنیم، با یک بهانه‌گیری های کوچک میزنیم خرابش میکنیم. سفره با چه عظمت مثلا چیده شده، آقا یک بهانه میگیره، ای چرا اینجوریه، چرا این غذا مثلا سرده، چرا این نمیدونم سر سفره نیست، کاسه و کوزه را به هم میزنن. بای از اون روزی که باز خدای نکرده مرد خشم و عصبانیت هم بر اون مستولی بشه، گوشه سفره رو بگیره همه را به هم بریزه. اون دیگه باز مرحله بالاست. یک بحث دیگری است که یکی از چیزهایی که کانون خانوادگی را تهدید میکنه خشم و عصبانیت، اون یک عامل دیگر است. ما فعلا در بهانه‌گیری بحث میکنیم. این مسائل ریز جزئی وارد زندگی میشه، بهانه‌گیری میکنن، زندگی سخت میشه، باید از اینا پرهیز کرد. جناب آقای دیل کارنگی که همین آیین زندگی رو نوشته، باز در صفحه 194 از همین کتاب میگوید، خوب توجه کنین، میگوید من در این 28 سال اخیر هر کتاب و روزنامه و مجله‌ای را که جمله‌ای درباره رفع نگرانی داشته است مطالعه کردم. چون کارش کار اجتماعی است، جامعه شناس و روانشناس معروفی است. میگه من طی 28 سال هر نوع کتابی که درباره رفع نگرانی بوده مطالعه کردم، یعنی هرچی به دست من رسیده، هر مجله‌ای که در این راستا نوشته شده من اون رو مطالعه کردم. کوتاه‌ترین اندرزی را که در این زمینه دیده‌ام
شعر کوچکی است که از 27 کلمه تشکیل شده است و شایسته است که همه آن را روی آینه دستشویی خود بچسبانند. چرا روی آینه دستشویی؟ به دو جهت: یکی اینکه هر روز رو میبینن، و دیگر اینکه وقتی دست صورت ما رو میشوییم، آلودگی ها را از سر و صورتمون پاک میکنیم، با دیدن این جملات او غبار دل را هم پاک کنیم، نگرانی های دل را هم پاک بکنیم. تا موقعی که آلودگی های را از سر و صورت میشویند، نگرانی های فکری را هم با مشاهده آن از خود خارج کنند. اون 27 کلمه چیست؟ دعایی است که دکتر یکی از دکترهای معروف، استاد تعلیمات عملی مذهب مسیح در انجمن الهیون نیویورک، به شعر در آورده. سه جمله است. اون شعر اینه، ترجمهش این میباشه: خدایا به من آرامشی ده که بتوانم چیزهایی را که تغییر ناپذیرن قبول کنم. بعضی چیزها در زندگی انسان تغییر ناپذیره، اینا رو بپذیرم، لجبازی نکنم. قدرت و شجاعتی به من عطا کن که هرچی را بتوانم تغییر بدهم. این قدرت را به ما بده، میتونیم اخلاق خودمون را تغییر بدیم. و علمی که بین این دو فرق بگذارم. خب ایشان افتخار میکنه که یکی از دکترها در انجمن فلان این جمله رو گفته و هر روز این را بهش نگاه بکنیم. حالا من میخوام بگم که آقای امام سجاد علیه الصلاه و السلام دعایی دارن به نام دعای مکارم الاخلاق. یک دنیا معرفت در این دعا موجوده ها. یادم نمیره تقریبا اولین باری که بنده با این دعا آشنا شدم حدود 17 سال قبل بود. مرحوم حضرت آیت الله العظما سید محمد شیرازی از مراجع تقلید که چند سال قبل ایشان رحلت فرمودند، ایشان از قم آمده بودند مشهد، ما طلبا رفتیم دیدن ایشون، از ایشان خواستیم که ما را نصیحت کنند. ضمن نصایحی که فرمودند، یک نصیحتشان این بود که طلبا هر روز دعای مکارم الاخلاق امام سجاد را بخوانید. بنده معتقدم که اگر کسی دعای مکارم الاخلاق را تفسیرش را بفهمه و هر روز این را بخونه، دیگه هیچ نیاز به هیچ کتاب اخلاقی نداره ها. تمام رموز اخلاقی را امام سجاد علیه السلام در قالب یک دعا مطرح فرمودن. دو سه کلمش رو من میخونم که اصلا قابل مقایسه با سخنان روانشناسان روز نمیباشه. اینا رو ما تابلو کنیم ها. این بعضی از این کلمات رو که بنده جسارت میکنم به شما میگم بنویسید، تابلو کنید، این کار رو بکنیم ما. یا هر روز بخوانیم از ذهنمون، یا تابلو کنیم به اون نگاه کنیم. آقای امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد به درگاه الهی: وکفنی ما یشغلن الاهتمام به و استعملنی به ما تسألنی غدا عن و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. خدایا او چیزایی که مرا به خودش مشغول میکنه، از اهداف والای انسانی مرا دور میدارد، خدایا تو اونا رو کفایت کن که فکرم دنبال اونا نباشه. کافی است صبح یک بهانه خانم بگیره تا شب فکر مرد مشغوله. والله کافیه که مرد یک بهانه برای خانم خودش بگیره تا شب این ذهنی خانم بیچاره مشغوله، اعصابش به هم ریخته، نمیتونه درست آشپزی کنه، نمیتونه درست بچه داری کنه، نمیتونه درست زندگی رو اداره کنه. بیایم از برای خدا بهانه گیری نکنیم، بیایم زندگیمون رو خوش بگذرانیم. واقعا زندگی ارزشی رو نداره که آدم با خون جگر بگذره. آقا زندگی باید، در زندگی خوش باشیم، شاد باشیم. آقای امام سجاد علیه السلام عرض میکنه: خدایا او چیزایی که مرا مشغول میکنه، بی جهت اهتمام ورزیدن به اونها مرا از اهداف والای انسانیت دور میکنه، خدایا تو کفایت کنی، مشغولیت‌ها رو از ذهن من بیرون کن. و استعملنی به ما تسألنی غدا عن، خدایا مرا به راهی ببر که روز قیامت از اونها سوال میکنی. تو انسان خلیفه خدا بودی در روی زمین، آیا به وظیفت عمل کردی یا نکردی؟ آیا خدا ما را فرستاده برای نخود و لوبیا و عدس و ماش و اینا؟ آیا خدا ما را فرستاده برای شکم پر کردن؟ آیا خدا ما را فرستاده برای که بیم به لباس ایراد بگیریم، به این چیزا ایراد بگیریم؟